نهمین روز مهر ماه برابر با 1 اکتبر سال 1312 خورشیدی برابر با 1933 میلادی، درگذشت عبدالحسین تیمورتاش وزیر رضاشاه پهلوی. عبدالحسین تیمورتاش ملقب به معزل الملک و سردار معظم خراسانی در بجنورد در استان خراسان به دنیا آمد. وی پس از انجام تحصیلات به همراه پدرش به روسیه رفت و به مدت 6 سال در مدرسه نظام تحصیل کرد. از آن پس به ایران بازگشت و پس از آن که مدتی در سمت مترجم فعالیت نمود، در امور دولتی به پیشرفت‌های نائل آمد. وی بعدها به وکالت مجلس و ولایت خراسان رسید و چندین بار در مناصب گوناگون جابجا شد. تیمورتاش پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه از طرفداران او گردید و به وزارت دربار رسید و دارای نفوذ فراوانی در ارکان قدرت شد. تیمورتاش بسیار تلاش کرد که شغل وزارت دربار را از یک مقام تشریفاتی به بالاترین مرجع تصمیم گیری کشور ارتقا دهد و همه نظراتش را در سیاست داخلی و خارجی ایران اعمال نماید. تیمورتاش کوشید تا در این مدت از تمام رقیبان خود پیشی بگیرد و خود را هرچه بیشتر به رضاشاه نزدیک کند. وی توانست فروغی رئیس الوزرا را کنار بزند. او تا آنجا پیش رفت که رضاشاه بعد از استعفای مستوفی الممالک از ریاست وزرا، تعیین رئیس الوزرای جدید را به او سپرد و این امر برای تیمورتاش فرصت مناسبی بود تا از آن بهره بجوید و هرچه بیشتر قدرت نمایی کند، تا جایی که خیلی ها او را به عنوان جانشین رضاشاه می دانستند. سال 1325 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، پایان دادگاه تاریخی نورنبرگ و صدور حکم درباره جانیان نازی. به دنبال کشف جنایات نازی ها در اردوگاه های اسیران جنگی و نیز کشتار و قتل عام بی‌رحمانه‌ای که در مناطق اشغالی خود طی چند سال متوالی انجام داده بودند، دادگاه بین المللی نورنبرگ کار خود را آغاز نمود و متهمان به این جنایات جنگی در آلمان را محاکمه کرد. علت انتخاب نورنبرگ جنبه سمبولیک آن بود، زیرا هیتلر و نازی‌ها بسیاری از اجتماعات و تظاهراتشان ابتدا در نورنبرگ یا مونیخ در جنوب آلمان بود. این دادگاه در نوع خود در جهان منحصر به فرد بود، زیرا برای نخستین بار در تاریخ فاتحان جنگ دادگاهی برای محاکمه مغلوبین جنگ تشکیل دادند و 177 نفر از سران آلمان نازی را در این دادگاه محاکمه کردند. قضات این دادگاه از 4 کشور آمریکا، انگلستان، شوروی و فرانسه تعیین شده بودند. در نهایت از مجموعه متهمینی که محاکمه شدند، 25 نفر محکوم به مرگ و 20 نفر به زندانهای بلند و کوتاه مدت محکوم شدند. همچنین 35 نفر دیگر نیز از اتهامات وارده تبرئه گردیدند. تقاضای تخفیف مجازات محکومین از طرف شورای عالی متفقین برای نظارت بر امور آلمان رد شد و احکام صادره به اجرا درآمد.